کتاب خاطرات ملکه پهلوی تاج الملوک آیرملو، همسر اول رضا شاه، مادر محمد رضا شاه پهلوی. مصاحبه کنندگان: ملیح خسروداد، تورج انصاری، محمد علی باتمانقلیش. ناشر: انتشارات بهافرین. با من همراه باشید. تا الان من رو سابسکرایب نکردید، با زدن دکمه پایین ویدیو با من همراه شید که در اینجا من از زنان تاریخ ساز و موفقی که در طول تاریخ نادیده گرفته شدن رو به شما دوستان عزیزم معرفی میکنم. باشد که توانسته باشم قدمی هرچند کوچک برای بانوان سرزمینم برداشته باشم. با من همراه باشید. دکتر محمد مصدق. از مرحوم دکتر مصدق نام بردید. اگر ممکن است در مورد ایشان قدری بیشتر صحبت کنید. ملکه مادر تاج الملوک. خدمت شما عرض کنم دکتر مصدق در اوایل ظهور شوهر مرحومم جزو طرفداران او درآمد و رضا هم او را دوست داشت و می گفت مصدق و سلطنه درس خوانده و متجدد است. گاهی اوقات هم او را صدا می کرد و با هم نهار می خوردن و رضا از اوضاع و احوال فرنگ سوالاتی از مصدق می کرد. در تمام جریانات بعدی مانند جمهوری خواهی و خلع احمد شاه و رأی مجلس به رضا جزو طرفداران شوهرم بود و البته الان صدها کتاب تاریخی در مملکت چاپ شده و نویسندگان از زمان کودتای حوت 1299 تا به امروز را مشروحاً نوشتند. اما من این کتاب ها را که بعضاً دیدم یک مقدار زیادی کسری دارند و یا نویسندگان بی اطلاع بودند یا به عمد نخواستند خیلی مسائل را بنویسند. سردست این خلاف نویسا یک آدم چرند نویس است که چندین جلد کتاب نوشته است در مورد تاریخ 20 ساله دوران حکومت رضا شاه. این آدم یک استوار ارتش بود که بعد از ارتش بیرون رفت یا اخراج شد و در آن قاعده سالهای 1330 که نان و آب در شلوغ بازی و حزب بازی بود خودش را قاطع جبهه ملی کرد و جزو طرفداران مصدق به مجلس رفت و در شلوغ بازی های 1330 تا 31 یک مقدار نسبت به خانواده ما تجربه می کردند. این آدم هم کتاب درآورد و از روی دشمنی با رضا شاه و خانواده ما احمد شاه را تعریف و تمجید کرد و نوشت که این آدم احمد شاه بهترین پادشاه مشروطه و بلکه بهترین پادشاه آزادی خواه جهان بوده است. در مورد مصدق هم طرفداران او چیزهایی نوشتند که بعضی ها درست و بعضی ها غلط و مقدار زیادی هم مخلوطی از درست و غلط هستند. اولا این که میگویم مصدق ملی بود معنی ندارد، مگر سایر نخست وزیران ملی نبودند؟ قوام السلطنه از همه ملی تر بود و شما دیدید که در ماجرای اشغال آذربایجان چقدر زحمت کشید تا ارتش استالین ایران را تخلیه کند. مصدق در فرنگ تحصیل کرده بود و بزرگ شده بود و از یک خانواده اشرافی و متمول و خانزاده و اصلا شازده بود. تا دلتان بخواهد زمین داشت، صدها پارچه آبادی در نقاط مختلف مملکت داشت، هیچ اعتقادی هم به ایرانی جماعت نداشت. 10 بار پیش خود من از ایران و ایرانی بدگویی کرده بود. حالا مصدق چه میگفت؟ من چند جمله از اظهارات او را که به یاد دارم برایتان میگویم تا خودتان قضاوت کنید. مصدق چطور آدمی بود؟ مصدق میگفت در مملکت ما حرف راست دشمن میتراشد. سخت اهل تظاهر و ریا بود و هر وقت در برابر مخالفانش که هم می‌آورد فوراً خود را به مریضی می‌زد و حتی به طور مصلحتی قش می‌کرد تا از مهلکه بیرون برود. می‌گفت مردم ایران دیده بصیرت ندارند و دروغ را بهتر از راست پذیرا می‌شوند. می‌گفت مردم ایران پرحرف‌ترین ملت دنیا هستند و حرف‌هایشان هم سر و تهی ندارد. موقعی که با شرکت نفت انگلیس در افتاده بود و صحبت از ملی کردن نفت میکرد، همه هدفش این بود تا انگلیسی ها را به مرگ بگیرد و آنها را به تب راضی کند.
اول اصلا دنبال این معنی نبود که نحو را ملی کند، بلکه تنها هدفش این بود که یک مقدار لیره بیشتری بگیرد و ایران را از درآمد نفت زیادتر کند و درآمد خزانه را بالا ببرد. در آن ایام افکار چپی و بالشویکی بین کارگران شرکت نفت آبادان هواخواه داشت و توده‌ای‌ها که دنبال بیرون کردن انگلیسی‌ها از ایران بودند دور او جمع شدند و شروع به تشویق مصدق کردند. مصدق خیلی جاه طلب بود و وقتی ملاحظه کرد مورد تشویق و مرکز توجه قرار گرفته است، در عناد و لجاجت با انگلیسی ها مصمم‌تر شد. تشویق آمریکایی ها و توطئه‌گران داخلی باعث تجری مصدق شد. دو سه نفر از معتمدین ما که جزو نزدیکان مصدق بودند، اغلب شبها پیش ما می آمدند و گزارش امور را می دادند. ما که می گوییم یعنی من و رضا و اشرف و گاهن بعضی از دیگر برادران و خواهران محمد رضا. افرادی هم از متنفذین آمریکایی و انگلیسی بودند که با دربار ارتباط دوستانه داشتند و از داخل آمریکا و انگلستان برای ما اخبار دست اول از زد و بندهای مصدق با شرکت‌های نفتی آمریکا می‌آوردند. خوب می‌دانید که مردم ایران ذاتاً طوری هستند که مسائل را پیچیده می‌بینند و تصورشان این است که در وقوع هر موضوع و مسئله ساده‌ای صدها زد و بند پشت پرده وجود دارد. من حالا با چند جمله ساده می‌خواهم تمام داستان وقایع 28 مرداد 32 را خدمتتان عرض کنم تا بدهید به تاریخ نویس‌ها و آنها تواریخ خودشان را اصلاح کنند و واقعیات را به مردم بگویم. محمد رضا شاه در امورات مربوط به دولت نقش زیادی نداشت. حداقل تا روی کار آمدن دولت فضل الله زاهدی محمد رضا میکوشید مطابق قانون مشروطیت یک پادشاه در محدوده که قانون تعیین کرده است باشد. او قانونا فرمانده کل قوا ارتش بود و نخست وزیر با رأی تمایل مجلس و تصمیم مجلسیان انتخاب میشد و شاه فقط حکم انتصاب او را می نوشت و تنفیذ می کرد. تا آنجا که من یادم می آید حالا به قدیم ندیما کاری ندارم. حتی در زمان شوهر قدر قدرتم اغلب دولتیان به جای آنکه به فکر ملک و ملت باشند به فکر جیب خود و خانوادهشان بودند. شما در همان 20 سال حکومت رضا شاه دیدید با آن همه کنترل جدیت و مواظبتی که رضا داشت اشخاص دولتی سر از سفارتخانه‌های اجنبی در می‌آوردند و پول و امکانات می‌گرفتند. یکی با آلمان می‌ساخت، یکی با روس، البته اکثریت با حقوق بگیران انگلیسی بود. تیمورتاش که آن همه مورد توجه رضا بود جاسوس روس‌ها از آب درآمد و ما فهمیدیم که سالهای سال مأمور دست اول روسیه در داخل دربار و دم و دستگاه ما بود و از همه قرار و مدارهای ما با آلمان‌ها به روسیه اخبار می‌داده است. انگلیسی ها در تهران یک جاسوسخانه بزرگ داشتند که مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس، رئیس آن هم یک انگلیسی به نام صدام بود. هر کس روی کار می آمد یا از قبل وابسته به انگلیس بود یا بعد از روی کار آمدن با انگلیسی ها ساخت و پاخت می کرد. مثلا آقای فاتح را می فرستادن برود لندن با زعمای شرکت نفت مذاکره کند، آنجا او را می خریدن و پول کلان و خانه و ویلا و حق تابعیت به او و خانوادهش می دادن و وقتی برمی گشت ایران می شد حافظ منافع انگلیسی ها در ایران. بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایی ها که تا قبل از جنگ در خارج از مرزهای آمریکا فعالیتی نداشتند جزو فاتحان جنگ شدند و سهم خود را از منافع جهانی طلب کردند. در حقیقت انگلیسی های مارمولک که فکر می کردن آمریکایی ها را فریب دادن، یک مرتبه متوجه شدند با دست خودشان برای خودشان یک رقیب گردن کلفتی ساختن. حالا این فریب چه بود؟ عرض می کنم. انگلیسی ها در جنگ جهانی دوم کمترین تلفات را دادن. روس ها را گوشت دم توپ کردند و روس ها در این جنگ 27 میلیون نفر کشته دادند و آمریکایی ها را هم منبع تامین اسلحه و مهمات و خرج و هزینه جنگ قرار دادند. خیلی هم خوشحال بودند که یکی هزینه جنگ و اسلحه آن را می دهد، یعنی روسیه. اما جنگ که تمام شد روس ها نصف اروپا را به عنوان غرامت جنگی متصرف شدند و آمریکا هم روی مناطق تحت سلطه انگلیس در نقاط مختلف دنیا دست گذاشت و گفت انا شریک.
حالا آمریکا چه کار میکرد؟ چون بین آمریکا انگلیس دوستی و پیوندهای خونی و فرهنگی و زبانی و قومی وجود داشت و متحد نزدیک هم بودند، آمریکایی‌ها خواسته خود را فاش نمی‌گفتند و از در پلیتیک وارد می‌شدند. در کشورهایی که منطقه نفوذ سنتی انگلستان بود، گروه‌ها و دستجاتی را سازماندهی می‌کردند و تحت عناوین پرطمطراق آزادی‌خواهی و استدلال‌خواهی علم مبارزه با انگلستان را بلند می‌کردند. انگلستان هم که بعد از جنگ ضعیف شده بود، از پس این اقتشاشات بر نمی آمد و به این ترتیب بسیاری از مستملکات انگلستان به ظاهر مستقل شدند و به عضویت جامعه ملل که بعد از جنگ را افتاده بود وارد شدند. منطقه خلیج فارس و خاورمیانه هم به طور کلی از این قاعده مستثنا نبود. انگلیسی ها یک مشت شیخ بی سواد نفهم خوشگذران را به عنوان حاکم و والی در مستملکات سابق عثمانی گذاشته بودند و همه منطقه خاورمیانه از فلسطین بگیر تا عمان و یمن تحت اداره لندن بود. شاه افغانستان از آنها بود، شاه اردن هاشمی از آنها بود. اصلا یادم هست این کشورها بیرق نداشتن و بیرق انگلیس در آنجا بود. من خودم به عتبات در عراق رفتم و باید عرض کنم که حتی ماموران اداره تذکر انگلیسی بودند. خب انگلیسی ها برای چه اینجا بودن؟ معلوم است برای نفت. کل شاهای نفت در حجاز و عراق و شامات و شبه جزیره عربستان در اختیار انگلیسی ها بود. آمریکایی ها این وضع را نمیپسندیدند. دوستانی که ما در آمریکا داشتیم می آمدن و اطلاعات می دادن که آمریکا می خواهد نوک این مرغک دانه چین را قیچی کند. عزیزانم، اگر از ویدیوی من خوشتون اومده و براتون سودمند بوده، برای حمایت از من ویدیو رو لایک و کانال من رو سابسکرایب کنید و یادتون نره زنگوله رو هم به صدا در بیارید و روشن کنید تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتم شما جزو اولین نفراتی باشید که ویدیوی من رو میبینید. البته باعث افتخارم است که شما در کنارم هستید و حمایتم میکنید. سپاسگزارم از حضورتون و دوستتون دارم و خدا نگهدار.